ما میخوایم بگیم که شیعه در وقتش عقب نشینی هم میکنه. اونها میگفتن اماما شفاعت میکنن، بلکه خودشون حاجت میدن، حالا که کرونا اومده عقب نشینی کردن. نه نه، میگه کی گفته اینطور میشه اونطور میشه. کلیپ اول دوم در همین باره است، خوب است که بشنویم. باز کلیپ 3 و 4 که مربوط به حرف ماست رو خواهیم نشان داد. مجالس تعطیل، مشاهد مشرفه تعطیل، زیارات تعطیل. من خانواده میتونه هر فرصتی پیدا کنم میرم زیارت حضرت معصومه، ولی همون تو خونه میستم رو به قبله، زیارت حضرت معصومه رو میخوانم. چه عیب داره؟ از تو خونه هاتون. مشهد تعطیل، قوم تعطیل، جمکران تعطیل، دید و بازدید تعطیل، مسافرت تعطیل. بله، این ویروس مصریه. جمکران هم تعطیل و قوم هم تعطیل، در حال که شما بودید که میرفتید آیت الله عظماتون خاک قبر رو برمیداشت به لباس نوش میمالید، برکت میگرفتید. حالا کرونا سیلی محکمی به شما زده، از شما رو سر از سر شما پرونده. حالا به شفاعت اینا چسبیدن که آقا نه، ما که آقای علم الهدا گفت که قبر میگه سنگ شفا نمیده، طلا و نقره که شفا نمیده، چرا میبوسیدید لیسش میزدید پنجره فولاد که این قبرتون بود؟ نه، میگه اونی که داخل قبر شفا میده، و در حالی که قبلا زری خالی که از مثلا تراششون زهری رو میساخت از اصفهان، در بین شهرها تا کربلا قلقله میشد، همین زری خالی نخواه شفا نمیداد. چطور؟ میگه نه، آینده در سر قبر خواهد رفت، وای به حالی که گذشته سر قبر باشه. ولی این عقب نشینی جالبه، این ممکنه ما رو امیدوار میکنه که در مورد شفاعت هم حرف ما رو قبول کنن. کلیپ دوم بازم در همین زمین است، ببینید. شبهه ای که بیان میشود این است، این اماکن مقدسه با اینکه متبرک شدن به وجود اهل بیت عصمت طهارت به اذن الهی که اسباب تنعمن، آیا می شود اینها عوامل ظاهری مثل آلودگی ها بر اینها تأثیر بگذارد؟ همون جوری که خداوند تبارک و تعالی می فرماید انما انا بشرون مثلکم، در مورد خلیفت اللهی اشرف مخلوقات خاتم الانبیا قرآن کریم می فرماید نبی مکرم اسلام بشری مثل خودتونه، زندگی عادی دارد، این رحمت و برکات به اذن الهی است. در زندگی عادی پیامبر عطر زیادی مصرف میکرد، با اینکه خود پیامبر از خودش بویی داشت و به خاطر اینکه دیگران متنعم بشن در این عالم مادی از عطر استفاده میکرد، لباس مبارک. دیدی به حرف ما رسید، زبون ما مو در آورده بود که میگفتیم انما انا بشرون مثلکم، من بشری مثل شما هستم. پیغمبر میگه، پیغمبر جایی که عقاب پر بریزد بگه من بشر هستم، از پشه لاغری چه خیزد، از اصحاب چه میخیزد در مقابل پیغمبر که اینا هیچ نبودن از حضرت علی یا حسن؟ خب شما چه حرفایی که میزدید؟ امروز میگه نمیدونم، ما همین صد بار ازشون پرسیدیم، گفتیم شهید زنده است، میگه ها، گفتم چرا باز زنش میره عروسی میکنه؟ او میگه اون روحانی زنده است، اون دیگه اینجوری زندگی نداره که، روحانی زنده است قبر خودش هم حفظ کنه. و تا دیروز شما این کارو میکردید، چند نفر شفا دادید، چند نفر مریضی میومد مرضش میرفت، حالا مرض خودش اومده، حضرت تشریفش برده، ما رو میگه که شما پاک کنید و پاکیزه کنید. به هر حال بازم خوبه، بازم خوبه. حالا دیگه چرا سر قبر میرین؟ اصلا به من بگو اصلا چرا این قبر رو طلایی کردی که اینقدر هیچ ارزشی هم نداره؟ آیا شما میگه از دوست داشتن که این کار انجام دادیم؟ ببینم، حضرت علی زنده بود این لباس طلایی میپوشوندید؟ در خونهش نقره گرفته بودید؟ در زمان امام رضا که آزاد بودیم، امام رضا که ولیعت بود، همچین کار رو کردید؟ نه، شما اینجوری آباد میکنین که مردم ساده به صلاح دعات میاد، از فلان جا میاد، بلکه از شهرهای بزرگ میاد، قصر میره تو میشینه دیگه، هر کس چیز رنگ رنگا رنگ دوست داره. پس چرا اینکه نقره و طلاکاری یا نمیدونم آینه کاری و نمیدونم منبت کاری و هر چیز انجام میدادید که این قبر رو مردم جذب کنید؟ طلا چی میکنه سر گنبد آخر؟